این برنامه با سپانسر و حمایت مالی پاپی بینک Your Trusted Bank و New National Mortgage کمپانی خرید و فروش خانه و گرفتن قرضه در کالیفرنیا برای شما تقدیم می‌گردد. HM Production پوشش محافل خوشی شما با بهترین کیفیت. تیم خلاق و مسلکی با تجربه بیش از 15 سال. وسایل با ظرفیت و کیفیت بلند. کرین، درون، کامراهای بروز، سموک ماشین، فایرورکس. تیم خلاق دید با HM Production خلاقیت و کیفیت را تجربه کنید. برای بوکینگ محافلتان همین اکنون با ما به تماس شوید. 916-906-0989. سلام، دین خیر خلاص ده گب جمع گب اختری زخبرونی تا. بله، برنامه خدا آغاز میکنیم با چهره سرشناس هنری ما. به افتخارشان. سلام و علیک باشه، صحت سلامت باشه، عید مبارک باشه. وطن داران عزیز، طاعت عبادت باشه، عید مبارک باشه. زبان ماس قبول با نزدی الله باشد، عید مبارک باشد. عید آمسن نمیتر آدم مسافر باشد، خیرم با کابل جان در گرفتم لالا جان. شدیم از وطن خلقه که ما شده تنگ، خلقه که ما شده تنگ. دور شدیم از وطن خلقه که ما شده تنگ، کاش می بودیم در وطن. این ها مزه می داد دمو کابلی قشنگ، کایرامون با پروان جان در گرفتم لالا جان. کایرامون با پروان جان دی قبر دی لالا جان. شکر بریم شار نو، افیس جان محمدی چور کردی برنامه نو، چور کردی برنامه نو. گب جمعی گب افیس جان وی چور کردی برنامه نو، چور کردی برنامه نو. عرشان میبینم بخم کیروان با پروان جان دی قابو دی مفیزیان. کیروان با پروان جان دی قابو دی صفی جان. کیروان با پروان جان دی قابو دی رامین جان. ایک گزشت بای رمزان اید آمد نالا جان، اید اسی دی رمزان. خداوند قبول کنه روزه و نمازتان، دعای فرمانیتان. ای فرمانیتان بخونه مردمی افغانستان، عید مبارک باشه به همه مسلمانان. عید مبارک باشه به
به همه مسلمانم عید مبارک باشه به همه مسلمانم سلام 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 بسم الله الرحمن الرحیم سلام ممتنای عزیز عیدتان مبارک عید خرد که میگنش یا کچنه اختر مو دیر مبارک شه دیر خراغل است گپ جمع گپ خبرانه تا بازم میگیم خوش آمدین به گپ جمع گپ اما ویژه عیدی است و خدا کنه که روزه، نماز، طاعات، عبادات، صدقات همش قبول مقبول درگاه حق شده باشه و ویژه برنامه را ساختیم دوستا که هر لحظه شما بخندین و آوازخوان بسیار مشهور چهره هنری نام خدا باز چی لباس زیبا و با کلاه قنداری دیگه همتی کلاه پوشیدی کلاه مقبول متفاوت و واسکت واسکت افغانی که معمولا که لباس سفید پوشیده میشه دیگه ای آواز خوان در خدمت شما بود یک لبسنگ بسیار زیبا کرد بابا جان مرا ببخشی دیگه به بسیار شوق و ذوق کار کردیم خدا کنه که دعا بیتی خدا کنه که بله خب تخم جنگی در شروع میکنیم اما قبل از بیاین بریم ببینیم که دوستا چی میگن گرانو دوستانو کوچنه اختر مو بختوار شه عید آمد و عید آمد عیدان فراوان شد تا باد چنین بادا وطندار گلم عیدت مبارک عید شما وطندارای مهربان بخیر مبارک باشه و عیدی بیادرتان گوشه کنین کدام جای سر خوردین برم جیبم یک گپ دیگه این گپ بسیاری ها این گپ امرای ما تایید میکنه که اگر مثلا ما بزرگم شده هنوز هم عیدی رمس میکنم وقتی که عیدی میتی عیدی دادن خودش یک مزه خاص داره بله اگر خیر اگر عیدی هم نبود خیرم زکات هم میشه در اطراف ما شما یک تخم که یک دسمال بر ما ایدی میدادن اگه شما در اطراف بگردین نمید رسم رواج است این تخمه بی تخمه شاند یعنی من هنوز هم پشتی ایدی گرفتن دق میشم این از سیست تک این از طرف من یک ایدی به کلتان من تشکر زنده باشین این البته به تخم جنگی است ولی ما این را قبول نداریم من این ایدی تان اینه یک دانه ایدی هم برای بینین دا اینه یک تخمه که آبی این تخمه را که رنگ کده با سیره جان زامت شکشیده من نفهم که رنگ روغنی که چی کدی بسیاری تو خلاقیت کده زیادا مقصد دوستا فکرتون باشه که حفیظ جان ما را بازی داد به ایدی خود نه خیره در داخل از این پیسه است مقصد ما دیگه ایدی میگیریم افغانای عزیز ما چی در آمریکا هستین که نزدیکای ما هستین چی در کشور کانادا هستین چی در انگلستان هستین در اروپا در کل اروپا هستین خصوصا در جرمنی دوستای ما زیاد هستن در ترکیه هستین هند و پاکستان و ایران و در کدام کشورهایی که نام ببرین که اگه افغان میافین مثل عربستان سعودی و دبی و جایا دیگه ان شاء الله که جور و صحت و سلامت باشین آه سالی ها زیاد مانه که باز احمدانی باید اونجا کار میشه اید سو یک برنامه کابل متفاوت با میمانای ویژه با میمانای دوست داشتنی با شما خواد بودیم از کابل سفر خواد کردیم ایدی کردن خواد رفتیم به طرف های مختلف دیگه جای خواد رفتیم اما در شروع یک تخم جنگی یک میکنیم از ما و فواد شروع میشه و هر کس که باخت ایدی میتن هر کس که باخت ایدی میتن در پیش این ده رنگ نمیتن ببینیم چی داری؟ یکی را باختم بایان که بشینی خلاص هست یکی را باختم اینه یکی دیخ حساب شد بگید نال تو بشین آفرین نال نوبت از سیسته برو تو باختی خلاص تو کل تخمای چیره چند تا رو جنگ میکرد من مانده بدید کنش رقم هست خیر آقا حالی من که پیدا کنم مقصد دبینش یک دانه خام آمه از برکست امی افیز باخته را اسمان تا او بچه تو شیشه ماندی نه جز زمر چی ماندی؟ چیش نباشه خیلی دانه سعیشه بگفت جان گرفتی سعیر برازی این همی تخم نه؟ این همی تخم کلم تخمای دانه میزنه بیا 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 یک رفیق مزبست که تخم بازی که دندرش انتا مانده بود لبش لبش کی رقم مانده بود؟ تخم میزنه اینجا باید تو لب تقاط کنی یارک فواد زد نخو باشی چیره خمی تیزو بوی نه بسیار چتی تو بیا بیا کنم بیا کنم یعنی میتوخ ماست اما یگان تاشم تو مبرای راز یه دیگه همو کورک میگه چی میگه این حال خیرت خودت تو کده ویده او چک چک سر ویده
برده وایده. آه وایده برد. فواد برای وایده ایدی میته. اینال برنده که وایده است میبینیم که چی در کالج نزنی؟ رقم ده گرفتی کل داریش؟ برو شده؟ مقصد خود جایزش چیه سرکست؟ جایزش ایدی به که دیگه میتین دیگه. من ایدی قرضدار شدم فواد برای وایده قرضدار شد. آره زدمش؟ بود اکی دیگه هم کسی در بغل از داری یا در خواه از خودت نه از یوم شد نه از خودش شکست نه از ما بس از یوم اول از اینا شد هر دوی تان باختین هیچ دوره می بازم می برم ولای والا هم تخمه که خودت گرفته بودی فواد اینه هم باید بر ما ایدی میتین آه اینه سنم هم از ما کده کلان است خیره نه لگه من فکر می کنم که این تخم قوی تر است آه خیلی بیا ما ببینم برو ادا به ادا شده من فکر میکنم هیچ کس بهش کسی بینه تو داشت سنگ دیگه برای باختی خب صحیح سه دانه رد داره اینه تقریبا امروز 22 عمل از دیگه این برنامه ما هم ویژه برای سال 1430 هجری شمسی است هم ویژه برای عید رمضان است یا عید فطر است ما از کیو کی قرضدار شدن به عیدی؟ یک از من بس از من قرضدار شد بخاطر که شکست نظر به سن میتم کی کلان است؟ بسیره کلانتان کی است؟ تک که در سن بگویم آی ما در پیسه ما کلان هستم تو کلان هست در سن؟ ای نه گفته کلان هست کلان هست نه کلان کل لگ میمیز هست اینه 20 دولار کلان همه گیشان هست اینه 20 دولار کلان کل لگی از جان از که نمی دادی از برای خودم ما که در خورت یاره اگر خورت می بود کنم سنتی می دادی ما که در خورترکی بودیم او یگان دوستا خدایار جانشان میرفتن 100 روپیه از روپگی قاق میگرفتن که تو را بازی بده یک روپیه برات میداد 20 روپیه از یک روپیه کی دوم کلان است فواد دیگه کلان است بتین ما فواد دیگه 5 روپیه اینه 5 روپیه خود فواد برو دیگه چی کنیم حالا شما خورد هستی دوستای عزیز ما خورترکای یک دلار دیگه نه دوست کردن خدا خورترکی بزن سعی کنین دوستو چقدر چی میگه دوستا نظر گرفت برو خیر برو پما در حساب پیسه من بیبی دارستم یعنی تو صد افغانی میشدم من یک رپ دیگه هم بگی خب یک رپ دیگه مان از پدرش دور از دلش نازک اینی انا ای دیگه کایی که یاد وطن بخیر امیال دیگه گرفته را ایست نازمی والله اگر کسی جمعی دادید دیگه کس نامید بسته دو سی ایده تا که جمع میکدی لکه قدر میشد یک هزار میشد آله اینا میگم که 20 دلار 20 دلار چند میشه اگر افتاد 14 14 صد 14 صد یعنی افغانی 400 از اینی که بلندتر یکونی و اینه ای دیگه شام اینه که برتان بکشم صدی بسیار کسایی که تو زیاد دل کلان میداشتن باز امی صدی رو که میکشید که سیل میکشنش واو میگفتی چی یک پیسه ای را گرفتم ها اونو دیگه اونو دیگه بسیار ای دیگه بخیر است ای دیگه پیسه امچوره و چیز شمشک ما بود آفر چیزکای بسیار عادی را میتونستی که در پا بخری و ای دایی هم بسیار قدر داشت که حداقل از روپگی که خوب بود خدای یار جان یک نفر بود که بر ما بهش ایدی میداد باز دو افغانی بعض اوقات آدم نفر دیده ایدی میده حتما خود در پا میارزی دیده که مرا خود در پا میدادن اما معلوم میشه که خود فواد یک قران یک قران هم نمیدادن خود از این دخترهایی هست که وقتی که گشتک میرفت اما طرف قوم میبدانی به کلی خلاص میشد خالی میشد فواد از اون آدم هایی هست که شب اید دستایش تو اینجا خینه بود پایش هم دابند پای خلاصی کنم من دخت پاسه بعد این چون گشنایی هستی وقتی برامدن میگیم سیوکش تو خوبش از بگیم کی رو گفتی؟ تو از اون دخترهایی هستی که امرای مادر بازار پشت میوه هیت میری باز از اون طرف از بس که خوش میشیم خلطار هم زورت نمیرسن او باید تو از اون آدم هایی هستی که به شوق زوق لباس جور میکنی کل چیز تیار میکنی یک دم روز اول پیش از نمازیت خار میکنی تا سه روز داخل اما تو رو چیز بندل یک رپگی رو آورده بود یکم پنج زدی گفت از بین زونه کدام بشه بگیری ما چورت دادم گفتم بیا می که زیاد است امیر بگیره من مورا گرفتم حالا رفتم شیشتیم دیگه یک جای تنها دیگه حساب که حساب که حساب کل یک کنیم سر چند گیریان ماما پاس بود خرم پنج زدی رو بطه قوز رزاری که زیاد مادم میشه مورا که گرفتی دیگه اونمو سعید بله دوستان عزیز اینجا دیگه خانه گپ و قصه های افغانی شما است. قبل از اینکه بریم به طرف میمانا و قصه های زیاد ایدی را داشته باشیم دوستان عزیز تشکر از تالارهای عروسی تاون اند کانتری به خاطر تالار زیبایی که دختر ما دادن تاون اند کانتری عروسی های مجلل سپاس از پاپی بانک یور تراستد بانک به خاطر حمایت مالیشان از برنامه گپ جمع گپ به خاطر باز کردن حساب و معلومات بیشتر به وبسایتشان www.poppy.bank مراجعه کنین به خاطر حمایتشان از اینکه قصه های افغانی را ما زنده نگاه میکنیم یک جان تشکر از پاپی بانک همچنان سپاس از نیو نشنال مارگیج برای سپانسر کردن این برنامه ویژه ایدی ما نیو نشنال مارگیج کمپانی معتبر خرید و فروش خانه
و گرفتن قرضه در کالیفرنیا است. برای معلومات بیشتر به شماره و یا وبسایتشان که در روی پرده های تلویزیونتان می‌بینین مراجعه کنین. خب دوست عزیز، ویژه برنامه عید رمضان یا عید فطر ادامه داره و میریم خانه کسی که خانهش هم نخواد باشه، بسیار زده گشت است، گاهی اینجا از گاهی اونجا از خانه پیدا کنه نمیدونی آدمه، من تو آنلاین میریم یک دفعه اولش میگیریم در کجا گیر کده میتونیمش و کجا قصه کده میتونیم، میفهمین که با کی وصل میشیم، با یکی از کسایی که همیشه انرژی داره، با یکی از کسایی که همیشه تحرک داره، گشت و گذار داره، جوان است و لبخند داره در چهره خود، گپای جالبش سر نوک زبانش است، هر کسی که ببینه یک نیش خند، یک نیش خنده را برش میزنه و کلی را میخندانه. او جز ابراهیم عابد کسی نیست. به افتخار عابد کف بزنیم. در ای اید آمدیم به طرف عابد عزیز. عابد جان سلام، سلام، عیدت مبارک، روزه و نماز قبول، داخل آجا آغازه نیستی که یک بغل کشی میکردیم. سلام سلام افی جان، قن خوش و آرام باشی، نو جدید و کاغذ پیش باشی. سلام خود تقدیم میکنم به دو دانه شادوخ، دو دانه شادوخ. عابد جان دیگه یک برنامه جالب و زیبای پر از خنده و کمیده ببینه به خند از دوستا که در روز سوم عید بخیر نشر میشه، همین جمعه و ساعت 9 بجه به وقت کالیفرنیا، ساعت 8:30 بجه به وقت افغانستان. این برنامه رو شما ببینید دوستا که اینقدر خنده خواهد کردین، یک ساعت برنامه است، مکمل است، پر از خنده است. بخیر طور که عابد هم گفت و خوشبختانه که عابد سیار جان و باور صاحب راشد جان این همکارای ما همشان زحمت میکشند و برنامه خوبی را پر از خنده و کمیده به نام ببین و بخند در کانادا تولید میکنن و ای بی بی جان به نام خدا یه بادام در پیسته در زردالو در شفتالو اینه داره ویده داره قرود در روان کنه بی بی جان او گپا گوش کنه بی بی جان مای مبارک رمضان تیر شده مای دیتان مثل گاج بخمل وحری شده چیزی نخوری ای گاج بخمل خراب نکنی سلو سلو بخوری ای تو نشوه که باز بعد از او بسته شوه روزی دتن ده تشنب تیر شوه و یکا بیدی که نگفتن من بی بی جان ای تک تک پسنده را سلام میگم بعد از ایده که دیگی تانه دو نزنی یکی دیگی تانه بعد و رد نگوی از نزدیک که دیدی پوزی یکی دیگی تانه یکی دیگه هم نگفتن منه یک دانه شیر دو دانه کچوک یک دانه شغل بزنی هر کس که به در خنده با دسکش داره دا پوز پوزی که بزنه یک نگفتن منه که دوسته رو به در خنده بگوی خوب کمی برنامه ببین و بخند فراموش نکنی برنامه ببین و بخند از چینل افیجان محمدی که چینل خودم است و به ادر قند ما انشاءالله از موجه نشر میشه برنامه ادامه ما برنامه ببینو بخند ما با وقت که انشاءالله جالب آمده خدا کنه که برای شما جالب باشه. ابراهیم عابد، سیار متین و ایوب باور در ویژه برنامه ایدی ببینو بخند. اول خویدت مبارک باشه، تا و بادا تا قبول باشه. چشم ما را درد گرفته، چشم ما درد میکنه، حالا برای بیا چاره کنیم، قاچاقی بکش بره که پیران تفانشان ابریشمی سعی کنین شما نه خواب میگی برا ابی خانه کسی که میره روز عید است برای پای نقبیش نی برای برای پای سا بکش گفتم نه اینا کجای من صبر کن بگو بگو یا باش صبر کن بگو بگو یا یک دفعه اینا تو ولی سینا باشین پنج صبر کن تو چی نمیگیری نمیگیرم چی از پنج صبر نه نه خوش پرکی برای شروع خوشوی مخان نه شبات قالین داریم منی ما قالین ماتششت نو پما که دو چه غلطی ده ما چه غلطی کړه ویژه برنامه ایدی ببینو بخند این جمعه سوم عید در اوقات ذکر شده از چنل یوتیوب حفیظ محمدی بیننده باشید. گران دوستان منګه دا ببین بخند پروګرامونه خو ګورو ډیر جالب دي ماشاءالله او راز چې لارس یو لنډه تصویر وګورو او یو لنډه تصویر وګورو او بیا راځو په سوال باندې. راضی هم که عابد دینمی نقشه ها بسیار خوب فت کار میکنه، زغن زدن بسیار خوش است. تمثیل کول دا ځان ته یو انرژي غواړي، ځان ته یو طاقت غواړي. خب هغه چې کله مثلا چې غواړي چې څوک وخندي نو مجبور چې
زن با دوی خبره دومگه تاسو د افغانان خبره زن بریش خندهی خلق بخندهی کنه دا خلق خوشحال ساتل دوی خلق خوشحال ساتل ډیر مشکل دی. 50 کال دوی تراجید کې ژوند کړي تراجید کې دوی به چه رقم خوشحال ساتي. ابجان می آهنگای قوالی تان که زمزمه میکنین واقعا زیاد خوشم میاد، اگه امروز د اید یک آهنگ قوالی رو به ما زمزمه کنین. چیز است نی هارمونیام نیست و بسیار مشکل است. یک بالش هارمونیا جور کنم. یا رب زنده خوب باشی. او بچه زگرو نکو شوخی شوخی نکوی سوشو دا قرود دست نزم دسته تا بوشو بسته تا بوشو پت پدر درحمت دسته تا بوشو خراب بوشو باش باش شوخی میکنم این قوالی دیگه بسیار خطرناک قوالی است. این بلکل بیادر قندم که خودم میدیتن چیزی نخی بود بیادر قندم اگه چیزی باشم بیادر هاو میکنشی آیا 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 من کوچی خانه را فروختم کمی کلچه و کیک و بادم کیکو بادامو پیستا و کشمشو یا کیکو بادامو پیستا و کشمشو کامل قروت و چای سبزو وای من رفتم دکان قیمتی بود یخچال خانه را فروختم یا یخچال خانه را فروختم بعضی چیزا که قیمت بود مثل جلغوزه و پسته اونو را خریده نتانیستم خانه ما دایید بند از میوی ما بسیار کم خانه ما دایید بند از میوی ما بسیار کم خانه ما دایید بند از میوی ما بسیار کم خانه ما دایید بند از میوی ما بسیار کم خانه ما دایید بند از میوی ما بسیار کم خانه ما دایید ای بر پدرتان رحمت یا رحمت نگه خدا یاره انرژی که تو داری بچه 20 ساله نداره. سوالی است که آیا برای خورترکا برای کسی از جیبت پیسه مبرای که ایدی بیتی یا نه؟ دادی یا ندادی؟ مثل تو ویری نیستم در روی کانتین بچگه که من استاده بود گفتی میره ایدی بیتی حفیظ جان گفتی والا بیادر قندم و بکسه که ما در خانه مانده اگه یادت بیاد دفعه چارم که کس بخوای خادم میگه که بکسه که در خانه مانده ما خو یک آدم خرابات یک آدم قالین فروش یک آدم بیادر قندم میفهم یک آدم ترموز فروش و قالین فروش ما چطوری دینا میتون ما تیار مایده در جیب خود میمانم آفرین من ترا میشناسم یگانه چیزی که از جیب تو نمبرای پیسه است یگانه چیز یگانه چیزی که از جیب مو برای پیسه است نه نیست نیست مگه کت قبول ندارم او باید بگو او باید او باید شاید یال است وا شهر قابلیت دادی حاجی حاجی قابلیت که میاد به منډی که میرا په منډی نه منډی واشت پیسې شکه میاد یال تاس که دا کانتین یک دفعه ما سرتو موافق راځم ته ما یک دونه انرژي بخریم یک روز ما خریدی راز مګا هر روز چای صبح کډ ما میخوردی از خانه میامدی عابد خی تو خرابات هستی دیگه واسه یک کم بگو یک شین دستو یک شین دست آبی جان خیلی ایدی ما گشت داره برنامه مرا میشنه و برنامه مرا میبینه و میفهمر که نی آبیت آسی اکشن ما میفهمم خوب صحیح دو نفرم اینجا تاییدت میکنه دو نفر رای بر داده کانادا کامدی امی چیز زیاد درنگ چیز زیاد خوش نداری ده یک کار خانه تا تو کره خانه تا پورا کده نمیتونی که تا سه کار نکنی فیلال مثلا در افغانستان یک نفر کار میکنه دا نفر فامیلا میچلان او بیادر قند ما ایجا در کانادا دا نفر هستی امی نو که از غندک پیدا میشه او هم بیادر قند ما کار میکنه اگر نو از غندک پیدا میشه امی تولد شدی خدا خیر و برکت بتت بچه یارا خدا خیر و برکت بتت چای آورده نه چای آورده ولا چای آورده چای آورده آه نوش جان نوش جان یگانه چیز ازی که بسیار زیاد خوش مامتو که ما بیادر قند ما معتاد شدیم اونمو دبل دبل است امی که داخل میشی بیادر قند ما دمی گل صبح یک دبل دبل که نخوری تو را مغزت کار نمیته که تو معتاد میشه دبل 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 اینمو یک چیزی هست شاید تو جام باش جام هست امریکا هم هست امو کافی است کافی است هر چیز دبل دبل میده شوگر دبل شیر دبل چیز اورا دبل دبل بگه دمی نمو جا که موتر نمی کنی ده اونو جا یک روپا یک کنیم روپا والا ارزان هست اگر نیش 6 روپا است یک کافیه که چطور از خانه جبایده نشان میخوری اونو شاید 6 روپایگی باشه آبد جان چی خوب است که به دوران خورترکیتان بریم چه قسم بودین شما ایدی میگرفتین یگان تفلاک هستن به زور ایدی میگیرن شما دو تفلاک بودین که به زور بگیرین و شلگی
و یا مستفلای بودین که خودشان کلانا براتون ایدی میداد و ایده چه قسم تیر سپری میکدین؟ یک حقه ما مره ایدی نمیداد، باز میرادون بودان خانهشان میشیدتم نمیداد، باز بوتهش دوزی میکدم. باز یک پلی بوتش مانده میبود، یک پلی بوتش دادان دروازه کاکا که اگر ما ایدی نمیدی، ما بوتش دانا میدادم. باز بعد زبادست یکی دیگه ایدی مر روان میکد که ما بوتش زورم میدادم. یک خاطره که بسیار جالب دیگه خاطره از نماز عید که می آمدیم خورد خود بودیم، اما گل ما را خداوند ببخش، اما گل ما بس می رفتیم پیش اما گل خود، یا اما گل ما بر ما جدا میکرد پیسه. دیگه روز که رفتیم اما گل ما دیگه بیادرزاده یک دانه مگل داشتیم پنج دانه کاکا، ای کل لگیره ای کل لگی ابی پیسی ما ایدار که خلاص کرده بودی کلش توضیح کده بر بیادرزاده خود پنج تا کاکار پنج یک بار را کاکا که پنج پنج اولاد داشته باشه چه قشن 25 نفر، ای 25 نفر خلاص شدم یک گروپ دو دروپ داد. ما که آمدم ماما گل ما مره یک روپه هم ندادم، گفتم ماما گل بر ما نگاه نکردی؟ گفت تو با پرسان تو با پرسان ما آمدی یا ایدی گرفتن؟ ما گفتم یه ماما گل ما ایدی گرفتن آمدیم، با پرسان خوب بعد از ایت میم خب سال از یکی قرض میکنه او ندار از دیگه میگیره، یک رقم دمیستم دالیز از یک رقم گریان روان است از ابراهیم عبید دیگه نمیفهمم که سی هستم چهار هستم پنج ساله این تو را هستم دیگه نمیفهم خورد هستم. خویم یک یادم میه که خوب گریان کردیم و باز بعد از او دیگه از هر طرف برام یک گروپ می آمد، من میگفتم ماما گل ما بتا یا قدر زیاد افاو با از افغانستان ایدش کالگا کیتا نو می پوشیدی به در قند ما فیکس کمپانی دو سه چهار برنامه داشته می بدوره تیر می کدی بعد ازی کاش سن جلال آباد داخل می شودی سن درونچه مایه درونچه به در قند ما فیکس کمپانی منتظر خودت می بود کتی میمانه ششته می بودی و به در قند ما مایی مایی خودش صدا میکرد که زنی تیم ابو خود استوغان نداره او خود بعدین قند ما پایت بر میکردی مزار یک چکر بعد از امیر افتی راز ایرات یک چکر پس می آمدی در کابل بسته اید افروز ما رخصت میبودیم افروز چکر کانادا امیان نی کسی دغم کالا نه دغم دغم ازیز که تو باش ما چکر پیسه پیدا کنی که کره خانه خود بیتو رگ کمیت یا دمی خونت کمی کمیدی بوده آیا ای تنها در وجود خودت بوده یا در خانواده در بین اعضای فامیل برادرها خواهرها؟ چیز در خانه یک دیوانه خو یک دانه می تو یک دانه می خسم شوخ طبیعت می باشه و گپ شپی می باشه و مزاق می کنه و یک گپ دیگه افیش جان قنم کمدین که از این کمدین ای تولد میشه یه می تو کامی تو از مادر تولد میشه خلاص یک کسی بود با که دیش روی بروی شدم گفت عابد چه ای خو کلان آدم بود هیچ زیر تاثیرش نرفتی ما گفتم ای بچه ای مرا مادر ما سرستیش زیده خودش رفته مرا خمستیش آب جان اگه ما که جالب داره بسیار دلچسپ است الفتایا برنامه ایدانه ما همچنان با ویژگی تمام ادامه داره یک وقفه در میان است زود پس میاییم نیو نشتن مورگیج کمپانی خرید و فروش و گرفتن قرض خانه در کالیفرنیا با 20 سال تجربه کاری تضمین اقتصاد عالی با سرمایه گذاری در خرید خانه کمپانی از افغانها و به خدمت افغانها گرفتن قرضه و خرید خانه با سهولت و پول اندک در ایالت کالیفرنیا برای معلومات بیشتر با وحید پوپل به تماس شوید 510-396-9233 وبسایت www.newnationalmortgage.com نیو نشتن مورگیج پاپی بینک هغه بانک چې غوره 15 ستوري خدمتونه لري او غوره خوندی بانک دی د امریکن بانکر او اس ان پی ګلوبل لخوا د غوره بانک په توګه پیژندل شوی بانکی خدمتونه د جاري او سپما حسابونو خلاصول په ټوله امریکا کې د کوچنیو او لویو پورونو تطبیق تر 100 میلیون ډالر پورې د سوداګریزو پورونو تطبیق پاپی بینک په کالیفورنیا ایالت کې 15 فعالې څانګې لري څانګې په بی ایریا سان فرانسیسکو سیلیکن ویلی ساکرامنټو اورنج کاونټي لاس انجلس او سان دیاګو ښارونو کې د لا زیاتو معلوماتو لپاره www.poppy.bank وبپاڼې ته مراجعه وکړئ Poppy Bank, your trusted bank. برای ساخت و نشر اعلان تجاریتان با ما به تماس شوید.
دوباره خوش آمدید دوستان عزیز. ادامه برنامه گپ جمع گپ ویژه ایدی هست. قبلا بازی شده خو ایرال الف الف تایای ایدی میگیم. آه الف تایای ایدی. ما از الف شروع میکنم. الف شنگوی حلایار جن خطردار جدایی. نه برسای. ارباب استی یا به تماکم بیتاب استی. بسیار گپ نزن اگه بری علیه پیش تاوردم. بری علیه اگه پیش تاوردم بطاب میسازید. پاپر بخو از یاوا گفتن کده ترازو پیدا کو فواجان خود طول کو زره وزن بسیار زیاد شده سمر نداره گه پایتاب جان جه جواری بخو یا جواری فروشی کو که کله تیار به در قندم جواری فروشا وری است چوت دیگه چالای ناق ناق نرسره ما حالات چطور از دو فواجان اگر نیست که برده کما که الوا پخته کنیم بیاریم خودم که هستم خربوزه خور هستم الواره چی کنم با بچهش دال دال بخو قوارید با دال خورا میمانه خویی بد زوق ما خربوزه است دال چی کنیم ما به دال خود تو بخو که بر جور هستی رکشاره دیدی رکشاره دال بخو باز در رکشا بگرد گرگرش بسیار مزه میته زردالو بخو که جای در خانه نیست جه آبد جه جاله جاله بخو جاله خو تابستان آمد یک دفعه کامه برو سمارق واره شیدی آبد نمی زدال واره که خوردی شرافت پروانی رو میگم بیا فواد ببر سرش خوب تبلچی هست صابون بزن روی تا که چرکک مولا میشی بخی دوات بان برز دوست دوات مره بته در دوات نداری چیز ضرر نکنی فواد جان زیاد گپ زدی توتی واره سرما انداخت کده رایستی ظرفه را ششته میتنی که یک دو آشپزخانه رو نشان بتومید ایده ما را خراب کدی کدی گپای خشرید غلنگ می در تراول فواجان دی اختر که دا غلنگ اخره غلنگ فکایی وارستی سر تا پای قهر شوی خالیت است کاکای بچی همه ایم از قهر شوی خالم نیست گاهی گاهی شوی خالم میگیش بچه لشمک لشمک گپای نجدار میزنی ما درویش اگه دیدی سلام بگویش اک دو بوجی نول میکشی وقتی گپ میزنی آب جانون تو واو قوالیت جلیبی فروش ویری است آوایت نبود صاف چتیات گفتی یا الله ای فواد ادایتی نیکی بیتی یا الله فواد ای ذرا گپ زدن یاد بیتی یا الله ای فواد جغرافی و اندسیش جور کنی بسیار یا گیم جالب بود ده وینا پر رک ده بس مونږه تاسو ته ان شاء الله کوشش کوو چې تاسو خوندو تاسو خوشاله اوساتو الله تعالی هم کامیاب لره سرفراز اوسئ پاک پروردگارم په خپل امان کې لره قدرمنو دوستانو دا خبرونه د گپ جمع گپ خبرونه چې مونږ تاسو ته وړاندې کړ تر بل خبرونه پوری پلو او بخون کې خدای مسپارم اوقات خوش کل دوستانو د کانادا عيد مبارکي بوګ از طرف ما اگر چمیال میدشان مبارک باشه و سلام برسان وخت خوش با مان خدا از امریکا هم که دوستا هستن برزو هم اید مبارکی از طرف ما بتین او بیادر قندم اینوی تو در کل ولایت ها در کل جایه که افغانه مازی در برشان تبریک میگیم زنده باشی آبا جان تشکر وقتت خوش بیاین که بریم به طرف میمان دوم ویژه ما طور گفتم میمان ها زیاد دوستا و بدون شک که قصه هم زیاد خواد بود و میمان دوم ما دوستا آله میریم به جایی که اونجا آرزوی رفتنش هر کدام ما و شما داریم. احوال کسی را میگیریم که شما میشناسینش چهره مشهور صدای آشنا است. ما به عربستان سعودی به مکه میریم که با امید جان نظامی وصل شویم و از اونجا که در جریان ادای مراسم حج عمره است مستقیما صحبت کنیم و از او فضا بر ما قصه کنه و گپ بزنیم و از اونجا عید مبارکی کنه چی زیبا از جایی که دیگه معمولا مناسک دینی ما خصوصا ایدای ما در اونجا زیادتر تحلیل پر رنگ میشه دیگه امید جان عزیز سلام برسم بسیار خوش آمدی بینندای گپ جمع گپ همشان منتظر هستن عیدتان مبارک باشم از جای مقدس از مکه زیبا منتها دعا کنی برای همه ما خداوند روزه و نماز همه را قبول کنه و خداوند
عید و خوشی را همیشه نصیب کل افغانا کنه با برکت از این جایی که خود هستی. امی جان به خودت رشته صحبت ها را میسپارم. بسیار خوش آمدی به گپ جمع گپ. آفیسیون عزیز سلام خدمت خود، سلام به همکارای خوب برنامه گپ جمع گپ. خدا کنه که صحت فرحال بشین. شما گفتین ما به خاطر ادای مراسم حج عمره در مکه معظمه هستم و همین دفعه در جایی که مردم به خاطر مراسم صفا و مروه بیایند در اینجا هستم. چی جای زیبا، چی فضای زیبا اونجا. سلام خدا بیادو برای کنگاوز مرم بشنوید یا نه؟ بسیار تشکر امی جان عزیز، واقعا که عالی است و بسیار خوشحال شدیم که من فکر میکردم که یک از بهترین جایا و یک از بهترین تصاویر بر ما نشان دادی. خانه آباد دیگه، عید خودتان مبارک باشه، عید تمام دوستا و اجزا و افغانای عزیز ما که اونجا هستن در مراسم هستن، برازوان مبارک باشه، حج عمره شون قبول باشه، از زیارتشون قبول باشه. امی جان تنها رفتین یا فامیل عزیز هم همراهتون هستن؟ باینا جان عزیز سلام، خدا کنه خودتان صحت فرحال باشین. والا من فکر میکنم یکان دفعه آدم تنام یک جای برای خوب است. من تک تنام همراه خود آمدیم. انشالله دفعه دیگه هم باز اگر خدا خواسته بود قسمت بود خانواده و فامیلم همراه خواسته. امید جان عید و حج هر دو برای خودت مبارک باشد، در جای مقدس رفتی. امید جان چی احساس و حالت به انسان رخ میده وقتی که در مکه شریف میره، چون خودت اموجه هستی و عملا تجربه میکنی؟ میبینی که همگی خیلی به یک عشق و علاقه و اخلاص که دارن همگی مصروف عبادت هستن. اینجا میبینی که مردم از هر کشور، از هر قوم و ملیت و مذهب آمدن و عبادت خدا میکنن. دمو یک الله اکبر به سجده میرن و برمیخیزن. دیگه از این که احساس خوشی بودم خیلی پیدا کردم. یک آرامش داره کسایی که عقیده داره. وقتی که اینجا میایی زیاد چیزا را فراموش کرده، یک حس آرامش من خمات درستم دیگر نمیفهم از دل دیگر را چی خبر دارم. امی جان افغانای عزیز ما هم اونجا هستن و در حج اشتراک دارن. طبعا چند افغان ما تا هنوز روبرو شده این چند تاشون دیدین؟ بسیره جان قد بیروبار است که آدم خود گم میکنه چی حاجت به یک کسر پیدا کنی. والا تصادف ما یک رفیق خود دیدم کورم از طریق فیسبوک پیدا کردم که هر دوی ما بودیم امرایش یک جای نماز شام یک جای ادا کردیم. موضوع رفت دوباره افغانستان. یک نفر افغان دیگر رو دمیم تصادفی دمیم بیرو بارک دیدم که تصادف من را شناخت. من همه شناختم شان مرگ امید نظام نیستیم. من گفتم ما یک دقیقه اون رایشون گفت دادم دیگر کس را ندیدیم. امید جان یک دعا به خاطر عزیزانی که امینک من بینیده هستن و دلتنگ هستن و پریشان، اگه یک دعا براشون امونجا بکنی. آقا جان تو یک سوال سخت کردی از من. من چی بگویم؟ به خدا خودم آدم گناهکار. من تنها یک چیز میگم که هر انسانی که در دل خود هر آرزوی داره خداوند به مو آرزوهایش برسانش. بله امید عزیز بسیار تشکر، عید خودتان مبارک، روزه و نماز قبول، انشالله که بخیر بگذره همه مراسم و به همه عزیزایی که به زیارت رفتن به این جای مقدس رفتن عجشان قبول باشه و انشاءالله که دعایتان قبول باشه و حق تمام همتان عزیز ما. دیگه بسیار تشکر امید عزیز. تشکر عزیز جان از خودت. زنده باشی امید جان گل. تشکر مهربان هستی. انشاءالله که روزای عید خوش داشته باشید. ما وقت کافی داریم که برنامه هایتان همینجا ببینیم. خب دوستان عزیز، یکی از عزیزا و کسایی که بسیار شما دوستش دارین، ما حالا میریم یک جای عیدی کردن به طرف کابل و خانه کسی میریم که شاید هم در خانه نباشه، چون همیشه جای زیادن در سر تپا و یاس در جای سرسبز میگرده زیادتر. و برنامه گپ جمع گپ از روزی که ما شروع کردیم شما در کامنت ها همیشه نوشته کردین که این شخص یک بار بیاید گپ بزنه، کجا است، چرا نمیاد، چرا نیست. سلام سلام بیادر، انشالله که صحتمند هستی، جان جور است، عیدت مبارک. صدایت بکش که زیادت بگویی که جزئیات چیز که خودت نبودی دقیقه وقت نام دیده برنامه. شماره ای را که شما دایر کرده اید فعلا به دست رس نیست. لطفاً 5 دقیقه بعد تماس بگیرید. حافظ جان عزیز سلام سلام. صد سلام. عیدتان مبارک. انشالله که صحت مند و سرحال باشین. عبید جان عزیز سلام بر شما. سلام سلام بدر. سلام به بشرا جان و شیما جان همکارایتان. ببخشین وحیده جان. سلام. بصیره جان.
سلام علیکم جان. امی فواد جان عزیز، از همون داماتایی است که عروسی دوم به حساب عروسی دوم خودآمادگی گرفته، اما خسرو خود نشان بده که عروسی اول است. تو از اون اولادای بیتماد هستی که وقتی که مهمان گشتک میه که مهمان که می خانه رو ترک کرد مادر صدا میکنه قسم ده چیز دست نزنی. مقصد داو نزنی که برنامه یکی لایف است که ما شما کل ما فامیل هستیم. خو قسم ای که به تصویر میال نیستی، تنها صدایت است. ایرا میگلد چه بایی که دوستا کنشان این موضوع رو بفهمن. امیال کلیم کجا از چهره ازی؟ حفیظ جان دیگه بس پیلن امی مصاحبه صوتی بسیار رواد شده و بسیار کش داره. آفرین. به اون خاطر من خواستم یک مصاحبه صوتی داشته باشم. در مصاحبه صوتی خوب است، آمادگی نیاز نیست، لوکیشن نیاز نیست. آفرین. دیگه از اون خاطر یکی دور مصاحبه صوتی است، یکی که در گپ جمع گپ ده تصویری اگه بیایم ده پشت میز میایم، فیزیکی میایم، یعنی مثل از اینکه بیایم ده داخل استودیو تام داخل شون بشینم. دیگه تصویری در طریق آنلاین حالا که دوستا گفت زیاد گفتن و کمنتار خودش هم خوانده بود گفت بیا یک صحبت میکنیم که دمید دوستا بهمو کامنتاشون هیچ نشه نگوین که قدر ما گفتیم و قسیم نامد منتالو هم بی برقیس که در کابل است و میریم سر سوال که در تلویزیون ده ها نفرم یعنی ما جور کردین و امرایش شوخی و مذاق میکردین، بالاخره عروسی کردین نکردین؟ از طریق یوتیوب بله، هر روز هم نامزاد میشیم هم جدا میشیم. دیگه خودت خبر نداری؟ دیگه هم شکست عشقی میشیم. خودم خبر ندارم و بسیار جالب است، باز هنرمندا رو میگیرن عکسایشو مندازن توفه فلانی به فلانی، یک روز اون نفر توفه میاره، سباک میخیزم و توفه خود پاس گرفته، دیگه سباک میخیزم از تاجیکستان مرا به از ازبکستان مرا تاجیکستان میبرن، از تاجیکستان پس مرا دبی میبرن، یک روز مرا ترکیه میبرن، عکس اردوغان مندازن در پالیما کو او در پالیما ما بیرق ترکیه را ماچ کردیم گریان کردیم در اوایل مرا مندازن در صفات از بیرون خصوصا خارج می بودم می اومدم بازم مادرم شک میکرد میگفتن بچه میگن که توی که دیسم شک میکرد میگفتم نه دروغ میگن، حال فضل خدا مخته شدن میفهمن که نه از بس که خودت خودت به اعتبار کردی. خب تصمیم ما دارم، تصمیم بخیر دارم، تصمیم دارم دیگه ببینیم که در تاجیکستان چی تصمیم میگیرن. اینا 30 سال میشه که منتظر قسمت هستم، قسمت نمیاد. بخت مرا شاخ واشنگتن دی سی و بال میامی بند کرده. قاسم جان عید خوب و خوش داشته باشی. نوش جانت که ببخشید شما مرا مردم با چشمت تو میبینه و با چنگ تو نام مرا بات نکن لالو جان. فواد جان عزیز والا ما میخواییم که یک چند کلمه بگویم. شخصیت دوست داشتنی، شخصیت بسیار جاد بزرگوار، شخصیتی که در غمها در کنار مردم بوده، شخصیتی که ما همیش میبینمشه افتخار میکنم و او جز قسیم ابراهیمی دیگه کسی نیست. قاسم جان برنامه دوست داشتنی قاب گفتگو را که در خاطر کلگی است و جایگاه خود داره، اون از نمو برنامه یک چند تا خاطره جالب از دوران ثبت باشه و یا پشت صحنه باشه برای ما اگر در یادت باشه بگوی. حالا یک برنامه بود، نادیه نایاب آمده بود در برنامه، میمان بود، اولین بار که نطاق شده بود و یک نقش بر ما دادن که این نقش ما به حساب خوشو می باشم، یک خانم پیچه سفید می باشم، به نادیه زنگ می زنم و نادیه را خواستگاری می کنم و نادیه از من پرسان می کنه که خاله جان خودت کی هستی؟ من می گفتم بچه من ماجان هستم، خوشوی آینده. ما تقریبا ده دقیقه این ماجان امرای امی نادیه بازی می کرد و نادیه را برای بچه خود از طریق تلفن خواستگاری می کرد. امی برنامه که امی خلاص شد، نادیه نو یک ماه قبل از اون نامزاد شده بود، گفته الله قسم، گفته ناله در خانه خسرم چی حال میشه؟ گفتیم چرا؟ گفت که امی ماجان که گفتیم راستی نام خوشی من ماجان هست. و یک بار دیگه صمیم جان رهنورد بخش ورزشی را پیش میبردن، آمد این مکمل بخش را گفت وادی آخر چی میگه؟ وی مایک ما بند نیست. قسم چون امیال از طریق صدا خودت وصل هستی مثل رادیو وارست از طرف خودت و ما احساس میکنیم که امیال قماندان امنیه را در خط داریم از طریق موبایل و در یک ساحه هم هست که اونجا خطر هم هست. مصاحبه صوتی ما شما هم زیادتر برمیگرده به خاطرات آرمان و رادیو، یا چون خودت از رادیو
بعد از اینکه در تلویزیون بودی از رادیو کارت قوی تر آغاز شد. خود دریبل اگه یک خاطره را بگوی، یک و دوم برنامه های جالبه که مثل خیال شاعر در شعر، او هم بسیار خنددار بود، یک چیز بسیار جالب بود. گفتن بیا که یک نواوری بکنیم. در این نواوری ما من خودا کرزای جور میکردم، صدای جناب کرزای، و در اینجا ما بروسلی افغانستان اصنا زنگ میزد منعیس سکرتر رئیس جمهور، و باز امیر رئیس جمهور داخل آرمان میشد، میگفت فضا همت شکل میشد که مثلا دروازه واز میشد و بادیگاردا هم در اومد، یک فضا رو در صدا جور میکرد. بله ها، من قرقلی میموندم، قرقلی میموندم، چپن میموندم که من مو چی رو بگیرم برای خود، امو نقش امو حالت بگیری. سلام علیک، سلام علیک دخترا، خوب هستین؟ خوب هستین؟ سلام رئیس، خوب هستین؟ بخیر. جلسه ساعت 4 نیم شد. شد رئیس، بله بله شد. شد. خب امی بروسلی افغانستان را گفته بودم زنگ بزنی، زنگ زدین؟ بله جناب رئیس، بین دلائن هستن. راستی؟ مرا تلفونه. سلام علیک، سلام علیک. جناب رئیس، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. و علیکم، بروسلی افغانستان هستی؟ بله جناب رئیس، خودم هستم، خودم هستم. باورم نمی یک صدایش بکش. بروسلی در پشت تلفون. هر خدمتی که باشه در خدمت هستیم. امر کنین سر ما. الف یک سفر امریکا، وقت برنامه 100 ثانیه بود. بی بله. یک سفر چین، جیم $30,000. رئیس بزرگوار، الف امریکا، سفر امریکا. خود من بگفتم برنامه 100 ثانیه بود از حفیظ. تبری جواب درست است، الف امریکا. کل مگی چک چک میکن. و یک خاطره جالب دیگه می که من نو حفیظ جان در رادیو کامل دادم، نو هم نیده که یک سال شاید دو سال تیر شده بود، شب بودم در رادیو، حفیظ جان شب در رادیو بودم، در میزی که ما و شما صحبت میکردیم، یک میزی بسیار کلان بود، کمیال کلان بود. بله. و ما در اوج شبای زمستان بود، من خود در کمپل برگر برای تو دادم، در زیر میز خواه کردم. و صبحکی یک برنامه لایف بود، همی همکارا آمده بودن، وقتی که اینا لایف شدن صحبت که در آیستن که پای از یا میخوره در گردن ما یا در پوز ما میخوره، و ما یا لوت دادم چه رقم که در لایف یک بار چیخ میزنه. اوه که از زیر میز، از زیر میز همون فیلم دول وارنه که یک بار راج پالیادوف که همون چند نفر که لط میکنه مویاش جنگل، اونو تو یک نفرک میخزه یک چیخ دگاه میزنه. خی سیما را زاره ترق که دیده که سیما بوده، سیما بود. جالبی بود که من سیما ترسیدم بعد از او. اما وقتی یادم آمد لیگ برتر، یادم آمد که اینمیت دمی جریان ازی هستیم که برنامه شروع میشه و دمی شروع قسیم است، در شروع سگمنت اول قسیم است و میخواییم قسیم را بیاریم و دیگه 7,000 نفر داخل استودیوم شیشته لایف از برنامه در 3-4 تلویزیون، در 3 تلویزیون و همچنان در 2 رادیو و کلگی منتظر است. دیگه همی 5 دقیقه مانده، میگم کجاست قسیم، زنگ میزنم به یکی به دیگه، بس قسیم زنگ میزنم نمیوار داره، زنگ زنم کتم کجاست، میگه والا سر تپه است. گفتم ما بچه سر تپه را چی کنم اینجا، خب 10,000 نفر هستی، چی تو میای سر تپه داخل استودیوم میشه، خب نمیشه برادر. وقتی که در افغانستان همی دوستایی که ذره در بین هموطنا مشهور بودن، هیچ جای بر رفتن نداشتن، هم یالا مو رقم است، به او خاطر ما در جای خلوت می رفتیم تا ای که بشینیم و در دای خود با سنگ کوه دشت و دیار قصه کنیم. یار ای عزیز کلادار ما، و دم بار اول هم که ما کار کردم اسب آورده بودم، اگه یادتان باشه ما با اسب می خواستم داخل شوم، پیش از اینکه ما بیایم در برنامه برام زنگ زدن که اسب اجازه نمیتن، کروی بوتش میدان خراب میکنه. ما آریانا سعید نماندیم که کروی بوتش میدان خراب کنه. اونم اونجا مودم خراب شد، دلم در راه گفتم که خدایا کاش که این برنامه نشه، چون همون یک سویچ دارم، اونم سویچم که آف شوه باز یک کمه که نمیتونم برم مشکل تمام میشه. تانم یک بر رفته بودم دوز او بازی، یک دم یک زیر غتهی زدم که پای ما یک نفر محکم گرفته، نفسم قید قید تک شد، برام آمدم در سر او که یک نفرک مرم که مردم آزار دادی، چطور است آزار دادن؟ ما برم وقت بگیم که بگیم که بگیم به اون خطر میرم خداوردی. و یک از چیزهایی که جسم ما خیلی نازک است و اندام ما خیلی اروپایی و مقبول و زیبا، کمر 29 چشما آو واره، اینه میرم در نمیش هست که ما خونوار بستم. قسیم جانم، و یاد چیم بخیر برنامه‌ای که بود در رادیو آرمان، خیال شاعر در شعر،
اگر یاد از امو کنیم یگان اکسکای تا میبینیم در اینستاگرام و فیسبوک یا یگان شیرکای بسارم تا دل سوخته مندازی از امی شیرهای خودت اگر اگر تا بگوییم و یاد خیال شاعر و جالب است که دوستان بفهمن که قسیم شاعر است دیگه یعنی اگر شعر از خودت بوده باشه نیمچه شاعر هستم تشکر از تشویقاتتان لطف کردین به اجازه استادای عزیز شعرا ایره شاعر چی میگه گذشتی از کوچه ما در روز برفی شاعر دهی فرد شعر تمپریچر آب و هوا را میخواید که تست کنه ای شاعر ای شوخ چکک میکرد برف از زلفان نمکیت شاعر دهی فرد شعر سقف بام خدا هول نگاه میکنه ای شاعر شوخ آمدم دیوانوار به دنبالت مثل همیش شاعر دهی فرد شعر جاگینگ میکنه نگاه کردی برایم نگفتی عرفی شاعر دهی بخش شعر ساوند تست میکنه ای شاعر شوخ آفرین تو کی بودی چی بودی و چی کردی شاعر دهی فرد شعر آیدی کارت یار خود گم کرده که سال هاست خواهانتم در گرمی و سردی شاعر عاشق معلوم میشه و در چهار فصل سال پشت کدام نفر گرفته ای شاعر خود گوشه کو که نگرنت آفرین نگرنت همی نام شاعر هم بگو دیگه اینال این شاعر خود تصدیر دیگه نه؟ نه دیگه این شاعر ها ای شاعر شو خودم شاعر دردا و رنجا قسیم جان یادم و دورا بخیر که برنامه بسیار خوب و جالب داشتین باریانا جان خیمه آهنگ جدید آریانا جان چند فرد شعر شم میخوارم شما میشه که به خیال و شاعر برین از اینجا ای کده بوریم به کابل واه واه شاعر دهی فرد شعر بعد از قبولی کیس پیتو و گرفتن گرین کارت پس دوباره رایی وطن شده ای شاعر تبریک کیست دلک جمع از دیگه پیش بچه لاله بریم سر پل واه واه شاعر دهی فرد شعر بی پلان باری معلوم میشه سر پل میره بگو از ما و تو موشه نموشه موشه شاعر بیخی جدی بود بگو از ما و تو موشه نموشه دانش صاحب گفت نموشه ما گفتم موشه این حال شاعر داخر میگه علی شیرین بگو موشه نموشه شاعر دهی فرد شعر ذائقه خود تست میکنه ای شاعر چشم گشنه دار میفهمیده که علی شیرین گفته نه قسیم جان چون در برنامه زیاد بودی خصوصا در ایدا زیاد می بودی همیشه ما شما برنامه را جور میکردیم خود نقش فعال می داشتی از اول هاست عالم اید است ات یک چیز از امی برنامه ایدی در ذهنت هست که هیچ وقت زیاد نرو بسیار جالب بوده باشه البته زیاد چیزا هست اما یک چیزی که در همیشه در خاطراتت مانده بله حفیظ جان من یک بار در یک برنامه بامداد خوش بودم در او برنامه دیگه نوجوان دیگه یک از هنرمندا از خارج آمده بود بله و من امو روز بسیار وضعیت ما خراب بود از لحاظ اقتصادی و تا امی تلویزیون ما پیاده آمدم شما خانه را دیده بودین امی تلویزیون از خانه یک نیم ساعت 40 دقیقه پیاده را بود باز من تا آمدم از لحاظ اقتصادی دیگه وضعیت خوب نبود باز من اونجا گفتم بیا چی کنیم بیا میجا ایدی هم میکنیم با میباره بس یه تاکسی بیا برایم در برنامه لایف پیش از ثبت برنامه می هنرمندی که از خارج آمده بود گفتم من یک طرحک دارم ما از شما ایدی میخوایم در برنامه بله درست مشکل نیست خودت میتونی که ایدی بتی باز هر چی پیسه باشه خیر بود برنامه خلاص پس را میدم مشکل نیست که برنامه جالب بیه خو هنرمند گفت درست است ما در آمدم در برنامه لایف و ما از این گفتم فلانی سای بر ما ایدی مرا بتین در قسمت آخر برنامه یادم $100 کشید بر ما داد به این امیده که برنامه خلاص بشه ما $500 را میدیم پیش از این که برنامه خداحافظی بکنه
ما وقت خود از این دفتر از سایه نمی سبت از این روی اولی خود کشیدم. چقدر پشت گشته باشه؟ نطاق برنامه، نطاق برنامه دیگه پیام داده رئیس، خدافیزی کده رئیس. و هنرمند در قصی از این است که تلویزیون لایف است که بیادر ای پالیده رئیس که این نفر که $100 داده میشه. خب خلاصه تا ای که او آدم خدافیزی کرد، ما پیش در دان دروازه ی هنرمند در پشت خنده کده رئیس و دویده رئیس که پیسه را بر ما بتید. خب خلاصه من $100 را بردم، پیسه زر ندادم تا امروز که شاید 13 سال 12 سال از این کار تر میشه و هنرمند عزیز که زنگ میزنه میگم $100 ما کجا شد. آفرین. برو خوب تکنیک زده بودی، خوب کرده بودی. بسیار چیزای جالب قسیم مشهور شده. یکی از چیزای قسیم موضوع خبر گفتنت بود که میگفتی قسیم سیاوش هستم، نه که خداوند بله. روح یمای سیاوش شاد داشته باشه و خانوادهشان خداوند صبر بده، پدرشان هم فوت کردن. دیگه از اول هاست همکارای بسیار نیک و خوب ما بودن. خودت زیادتر از او تقلید میکردی و همیست شیوه خبر گفتن خودت بسیار در بین مردم شهره شده بود و این برنامه ما شما هم هم بسیار جالب است. این برنامه امروزی ما شما میدی که خودت تصویرت نیست، صدایت است، یا هم در ذات خودش هم یک نواری است، یک چیز جالب متفاوت است. از او خاطر از این خبرها اگه چیزی به ذهنت باشه، یک دفعه که سلیم شاهین یک خبر گفته بودی بسیار مردم او را خوش کرده بود، که خود مرحوم یمای سیاوش گفته بودی که بسیار مردم خوش کرده بود، خدا روشان چار داشته باشه، و که پوپل گفتی که بسیار از خنده دیگه نزدیک بود که میز اعلام کنیم. حالا برام هم یک چیز داری در ذهنت؟ میمانا در خدمت تر، هر کدام میمانا که لایف میسازید در برنامه بفرمایید. از کالاهای رنگ رنگی تا حضور فواد زنگی، دیگی گیلاس چای عرف ماست، میرم از رای تنگی تا کفترهای جنگی، اید فطر رسید در واشنگتن، دو نوجوان دو دوشیزه داره اتن، دو دوشیزه با دو کالای اجباری و کرایی دور هم دور هم جمع شدن و رقابت میکنن. بر بس بیشتر این خبر، یکی از دوشیزه هایی که این کالای اجباری را برتن کرده است در روی خط زوم با خود داریم که قریب از اپلیکیشن های موبایلم زوم شود. بانو وحیده سلام بر شما. سلام به شما همچنان قاسم جان، خوب هستین؟ سپاسگزار هستم. آیا این رقابت شما فقط در عید است که وحیده و بصیره دوشیزه ها با هم رقابت کنن و یا ای که نه؟ نه، لباس ما در قسمت لباس همه چیز همیشه ما رقابت داریم. شما در سرکا در استریت هم با این لباس ها دور میزنین، گشت میزنین و یا نه تنها در چشم امید خارخونده شما که در کنار شما حضور داره فقط امیر را میخواین بگونی گوشت هایش را آب نمایین؟ فقط خواستیم برای فعلا نشان بتیم به بصیره جان. خب شما وقتی که دوشیزه هستین کالای رنگ رنگی میپوشین، اون آقایی که پیک کلا را به سر کش کرده، آیا ای هم در جمله دوشیزه داره قدم میزنه و رقابت میکنه؟ با بحث بیشتر آقای خرداغا با خود داریم هر میگردیم به آقای خرداغا که در استیدی با ما لایف هست. خرداغای عزیز سلام بر شما، کلاهی مقبول تبریک، ایدتان تبریک. ظاهراً معلوم میشه که کدام پوست میوه زخیم بر فرق مبارکتان کش کردیم. نه آقای قسیم، هر کس میپوشه رنگ رنگی، از ما دل ما همیشه یک رنگی. زنده باشی ای مار زنگی، ای کپ کپ مار. آیا این کلاه چی تغییراتی خواهد در ظاهر شما آورد؟ زیبا ساختش، والا چیزی وطنی ساختش. چیز نظریات خوب مثبت گرفتم و گفتم برم میره نگاه میکنم تا سبا بامداد خوش. برمیگردیم بازم به آقای حفیظ محمدی از هاستا و چیره های نامدار و منشور گپ جمگپ. خواهیش آقای محمدی، آیا در این رقابت ظاهرن که شما صحنه را تماشا میکنین کیها را به مقام اول و کیها را به مقام دوم و سوم نایل خواهید کرد؟ ما که میبینم طرف از دوستا، فکر میکنم که بصیره شاید مقام اول بگیره به خاطر که لباسش چی است؟ خالص افغانی است و تمام موارد افغانی را هم داره. دیگه مقام دوم هم فواد میگیره به خاطر از اینکه کلاهش هم واسکتش هم افغانی است. مقام سوم آقای فواد داره دیگه، خودم مدل جلوه میتا.
بله بله در حالت مدل ده از این مدلات که آدم میبینه جگر آدم خون میشه واقعا. من پادگزارم از شما که این خبر را به کمیت تبدیل کردیم. تا لحظات دیگر نگاهی دیگر بچستن خبر. بسیار عالی بسیار عالی بسیار عالی. میشه بگوین یو را میمانین البته که بعدن بفهمن فیلمتون چی وقت روی صحنه میه و نشر میشه؟ فیلم ها دیگه انشالله کوشش میکنیم به عید رمضان پلان بود، اگر به عید رمضان نشد به عید قربان، اگر به عید قربان نشد به چله، اگر چله نشد به سال نو، اگر سال نو نشد خیر اون تو منتظر مناسبت ها میباشیم که چه وقت آماده میشه. چون بسیار زیاد ثبت شده، تقریبا 3 سال 4 سال است که شوتینگش جریان داره. وقتی که سه سال و 4 سال شوت میشه بسیار امو ویدیو زیاد میباشه و تا او رو کسی تنظیم بکنه و این موضوعات اقل لطف اقل پیام اقل مسج بر من میتن در بیرون در بازار. جالبی است که در مقابل هر وقتی هم که من رو میبینن فکر میکنن که من میده قص خارج آمدیم، اسم میکنن برنامه گپ جمع گپ. یک فرصت بسیار خوب است که من قلبا سپاسگزاری کنم، در یک سپاسگزاری اگرچی نمیشم انشالله از طریق برنامه های ویژه اید در طلوع کوشش میکنم قسمت از این محبت ها را جبران بکنم. در امی اید 3 برنامه ویژه رو در رو را و دوستا فکر میکنن که البته من این برنامه را ادامه میتونم، نه فقط او 3 برنامه ویژه را خواسته بودن و باز امو 3 برنامه را قبول کردیم و ثبت کردیم و بخیر نشر میشه. دیگه کنسرت ها برنامه ها در استرالیا هم بود پیشنهاد شد نرفتن نتانستیم، در ازبکستان هم، اما بیشتر ترجیح دادیم که در افغانستان چند برنامه داشته باشیم. یکان تا نوشتم میکرد که خوب شد که شما گم شدین با سر زمین، بخاطر زمین گفت گفتم بان که اونا ببینن که ما گم نشدیم هستیم. قاسم جان بینندای عزیز ما، چون وقت خودم نمیگیریم بخیر باز در پشت میزم میایی طوره که پیشتر هم صحبت کردیم، آره دیگه هم تک تلفنی یکی مبارکی شد که دوستا که زیاد کامنت میکردن دلشان جمع شوه که قاسم صداش بشنوان و قاسم هم گفت که بخیر میایه. حفیظ جان تشکر از شما، سلامت باشین. اینجا هم تقریبا 3:30 بجه شب از 3:30 شب ما که چیغ درایس من برای شما زیادم صدا میگن که البته شاید اعصاب خود عزیز زاده باشم شخصیت کوچک کشور. انشالله روز شب که هم ما و شما با هم برنامه‌ای داشته باشیم بخیر، اگر امکاناتش بود طرفای شما هم به خاطر یک برنامه دو برنامه شاید بیایم اگر ویزا دادن، اگر بله. ندادن از امیجا ما میخواهیم که دل شما را شاد نگاه کنم. انشاءالله که دوستا چون دید امو یک از اهداف کلان و موضوعات کلان همی بوده که قاسم جان بخیر که شوا بیاین تا ورک گفتن که از نزدیک بشینن پشت میز در اینجا قصه کنیم، دیگه از خاطر امیر نگاه کردن و اگر باز نشد باز خیر بازم ما شما هستیم یک تصویری با صحبت خاطر کردیم بخیر. تشکر از شما، تشکر از فواد جان و بی جان نازنین، بسیره جان و ایده جان، خودتون حفیظ جان، بسیره جان و ویده جان چقدر خود مصرف هم کردن. تشکر از شما این چیزای در دیده و دور از وطن. تشکر از شما که تصویرتان هم نشان ما نبینم، اگر عشق ببینم عشق خوشی باشه. تشکر زنده باشین. تشکر از اینکه گوشوارای مقبول و زیبا را شما انداختین به طرف چپ و به طرف راست. ای بانویی که کالای نیلی پوشیدی. دوستا تشکر از اینکه برنامه را دیدین و شنیدین. از شما هم تشکر حفیظ جان که وقت دادین بر ما چند لحظه گفت و شنود داشته باشیم، سربلند باشین. دوستا تشکر از محبتایتان، از لطفتان، از بزرگیایتان. کمبودیا و کاسیای ما را ببخشین، خصوصا در این برنامه که فواد بود قسمت از برنامه را خراب کرده، من خیلی معذرت میخوام از طرفشان. ان شاء الله سربلند باشین. دوستا فواد جان شوخی کردم، ما و شما هم وطن هستیم که نمبر واتساپ من پیش است که یکان دفعه تو از واتساپای فیک داو میزنی. سربلند باشیم، اخطار نده. قربان شما، انشالله به روزی بخیر بیایه که بیاییم با برنامه تان درم و خود میز باشیم و دور هم باشیم و بخیر ببینیم و بخندیم و دوستا هم با ما و شما خوش باشه. سربلند باشین، عیدتان خوش، موفق و کامگار و پیروز باشین. ای جوانا زنده باشین، با امان خدا. تشکر. پاپی بانک، بانک با خدمات عالی 5 ستاره و مسئول ترین بانک، بانکی که توسط امریکن بانکر و سینپی گلوبل بهترین بانک شناخته شده. خدمات: باز کردن حسابات جاری و پسنداز، اجرای قرضه های کوچک و بزرگ در سراسر آمریکا، اجرای قرضه های تجارتی الی 100 میلیون دلار.
35 نمایندگی فعال در سراسر ایالت کالیفرنیا و ساحات بزرگ بی ایریا سان فرانسیسکو، سیلیکون ویلی، ساکرامنتو، اورنج کاونتی، لس آنجلس و سان دیگو. برای معلومات بیشتر به وبسایت www.poppy.bank مراجعه کنید. Poppy Bank, your trusted bank. خوشی و لبخند با HM Production. این برنامه با سپانسر و حمایت مالی Poppy Bank, your trusted bank. و New National Mortgage. کمپانی خرید و فروش خانه و گرفتن قرضه در کالیفرنیا برای شما تقدیم گردید.